چرا این نباید قانون باشد که مسئولین ما اعضای درجه یکشون حق نداره کسی جای استخدام بشه صندلی مسئولیت رو داغ کنید نه صرف بیاد بسید کسی که میخواد جهاد کنه بیاد بشینه خب الان داریم میبینیم دیگه بعضا میبینیم اه. طرف نوانده شده داداششو فلان استانداری اونجا سر کاره اون یکی نمیدونم چیه اون. چیش میاد دیگه مردم شهر مختلف دارن میبینن کور که نیستن که بچه اونا بابای اونا فلان کسی نمیگه آقا مثلا چه میدونم پسر تو تو دفتر خود خوبه بیار بهش اعتماد داری بس یه دونه چه پسری؟ بلاخره محل آمد و رفت نامه های محرمانه و اطلاعات و ایناست دیگه ها چه کسایی رو آوردید میارید بینی بین الله خدا وکیلی بینی بین الله تو این دوره خیلی اوضا بهتر بود مجلس قبلی میدونید که دوباره شرکت کردن نصفشون رد صلاحیت شدن همین چی شد؟ ببین چی بود؟ اینا اگه خوبن که تعداد زیادشون هم انصافا خوبن میره برای چیه؟ که خودشون شخصی دارن تقوا پیشه میکنن قانون دست و بالشون نبست هر دست نمانده بازه خیلی قدرت داره نمانده ما میگیم کسی باید رأی بیاره که همون اول بره خودش رو شفاف کنه پولای پشت سر خودش رو خراب کنه که نتونه خودش فساد کنه و بیا آخهش دیگه نمیتونم فساد کنه بعد بره سراغ قوه مجریه بعد بره سراغ قوه قضاییه بعد بره سراغ بنیاد مستضعفان بعد بره سراغ ستاد اجرای فرمان امام بعد بره سراغ سازمان اوقاف بعد بره سراغ فضا بعد بره سراغ هوا بعد بره سراغ زمین بعد بره سراغ زیر زمین چه شکالی دارد